چرا نباید به خودتون اعتماد کنید؟ نقل قول مشهوری از برتران راسل وجود داره که میگه تمام مشکل جهان این است که افراد احمق و متعصب از خودشان مطمئنند و افراد عاقل پر از شک و تردیدند. در طی سالها با خودم درباره اهمیت کنار اومدن با موضوعاتی مثل عدم اطمینان و ابهام، زیر سوال بردن مهمترین اعتقادات و رویاها، تمرین شک گرایی و شک کردن به همه چیز و از همه مهمتر شک کردن به خودم کلنجار رفتم. تو این جستار به این موضوع میپردازم که ذهن ما اساساً قابل استناد نیست و اینکه نمیدونیم چی میگیم حتی وقتی فکر میکنیم میدونیم. خب و حالا 8 دلیلی که نباید به خودتون اعتماد کنید بر اساس علم روانشناسی. یک، شما بدون این که بدونید خودخواه و متعصبید. تو روانشناسی مقوله‌ای هست به نام سوگیری بازیگر مشاهده‌گر و در کل میگه همه ما عوضی هستیم. برای مثال اگه پشت چراغ قرمز ایستاده باشید و یه نفر دیگه چراغ قرمز رو رد کنه، احتمالاً فکر میکنید اون آدمی خودخواه، بی ملاحظه و عوضیه که جون راننده های دیگر رو به خطر میندازه که فقط چند ثانیه زودتر برسه. اما اگه شما کسی باشید که چراغ قرمز رو رد میکنه، 1001 دلیل و منطق میارید که اشتباه سهوی بوده یا چطور درختی جلوی دیدتون رو گرفته بود یا چطور رد کردن چراغ قرمز به کسی آسیب نمیزنه. عمل یکسانه، اما وقتی شخص دیگه ای انجام میده کاری وحشتناکه، اما وقتی شما انجام میدید اشتباهی سهویه. همه ما همینطوریم و به ویژه تو کشمکش ها از این موضوع استفاده میکنیم. وقتی شخصی در مورد کسی صحبت میکنه که اونو رنجونده، به نحوی ماجرا رو تعریف میکنه که رفتار اون شخص بی احساس سزاوار سرزنش و از سر بدجنسی جلوه کنه. در حالی که وقتی در مورد اینکه خودش کسی رو رنجونده صحبت میکنه، همونطور که میدونید کلی دلیل و منطق میاره که رفتارش منطقی و موجه بوده. از دیدگاه خودش اون چاره دیگه ای نداشته. آسیبی رو که به دیگران زده سطحی میبینه و سرزنش شدن به خاطر اون کار رو غیر منطقی میدونه. در واقع هیچ کدوم از این دو دیدگاه نمیتونه درست باشه. هر دو دیدگاه نادرستن. تحقیقات روانشناسا تو این زمینه نشون دادن که هم قربانیا و هم عاملان آسیب حقیقت رو به نفع خودشون تغییر میدن. استیون پینکر به این مقوله میگه شکاف اخلاقی. شکاف اخلاقی یعنی وقتی درگیری پیش میاد، ما نیت خیر خودمون رو دست بالا میگیریم و نیت خیر دیگران رو دست پایین. این موضوع ما رو تو مسیر قرار میده که توی اون برای دیگران اشد مجازات و برای خودمون اقل مجازات رو میخوایم. البته تمام این اتفاقات ناخودآگاه رخ میدن. افرادی که این کار رو انجام میدن فکر میکنن کاملا منطقی و بی‌طرفن، در حالی که اینطور نیست. دو، نمیدونید چه چیزی شما رو شاد یا غمگین میکنه. دانیل گیلبرت، روانشناس و استاد دانشگاه هاروارد، تو کتاب تلو تلو خوردن روی خوشبختی به ما نشون میده که در بیاد آوردن حسی که نسبت به چیزی در گذشته داشتیم و حدس زدن حسی که در آینده خواهیم داشت همیشه افتضاح عمل میکنیم. برای مثال اگه تیم مورد علاقتون تو مسابقات برنده نشه احساس بدی خواهید داشت، اما به نظر میرسه خاطره شما از حس بدی که داشتید بازتابی از حس بدی که واقعا تو اون زمان داشتید نیست. در حقیقت ما مایلیم اتفاقات بد رو بدتر از اونچه که بودن و اتفاقات خوب رو بهتر از اونچه که بودن به یاد بیاریم. بازتاب این موضوع در اندیشیدن به آینده هم وجود داره. خوشی‌هایی رو که چیزهای خوب برامون به ارمغان خواهند آورد و ناراحتی‌هایی رو که چیزهای بد برامون خواهند ساخت بزرگ نمایی می‌کنیم. در حقیقت اغلب اوقات حتی نمی‌دونیم در زمان حال چه حسی داریم. تمام داده‌ها بیانگر اینن که ما واقعاً نمی‌دونیم خوشبختی چیه و اگه به اون دست پیدا کنیم هم نمی‌دونیم باهاش چیکار کنیم. 3، خیلی راحت میتونید فریب بخورید و تصمیمات بد بگیرید.
تا به حال به این دسته از افراد برخورد کردید که تو خیابون کتاب‌ها و مجلات رایگان توزیع می‌کنن و به محض اینکه یکی از اونا رو میگیرید متوقفتون میکنن و ازتون میخوان عضو این گروه یا اون گروه بشید یا برای مشکلی که دارن بهشون پول بدید؟ میدونید چه حسیه وقتی میخواید به اونا بگید نه، اما چون به شما چیزی رایگان دادن نمیخواید فرد عوضی باشید. بله، از این کار هدف دارن. به نظر میرسه تصمیم گیری افراد خیلی راحت میتونه به روشهای مختلف دستخوش تغییر بشه. یکی از اونا دادن هدیه قبل از درخواسته. هدیه احتمال اینو که فرد بپذیره اون کار رو براتون انجام بده خیلی بالا میبره. اینو امتحان کنید. دفعه بعد که خواستید وسط صفی بیستید، برای شخصی که میخواد جلوش بیستید دلیلی بیارید. هر دلیلی. مثلا فقط بگید خیلی عجله دارم یا مریضم. تجربه نشون داده که در این حالت احتمال اینکه درخواستتون قبول بشه 80% بیشتر از زمانیه که دلیلی ارائه نمی کنید. جالبترین بخش اینجاست. حتی نیازی نیست توضیحتون با عقل جور در بیاد. اقتصاددانای رفتاری نشون دادن که ممکنه بدون هیچ دلیل منطقی قیمت چیزی رو به قیمت دیگه ترجیح بدید. برای مثال اگه دوتا محصول داشته باشید که یکیشون 10 دلار و اون یکی 30 دلار قیمت داشته باشه، اختلاف قیمت به نظر زیاد و غیر منطقی میاد. ولی اگه یک گزینه 50 دلاری هم اضافه کنید، گزینه 30 دلاری منطقی و شاید معامله خوب به نظر برسه. یا مثال دیگه، اگه بهتون میگفتم با قیمت 2000 دلار از بین سفر به پاریس با صبحونه، سفر با روم با صبحونه و سفر به روم بدون صبحونه یکی رو انتخاب کنید، چیکار میکردید؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، اضافه کردن سفر به روم بدون صبحانه موجب شده بیشتر مردم روم رو به پاریس ترجیح بدن. چرا؟ چون در مقایسه با سفر به روم بدون صبحانه، سفر به روم با صبحونه به نظر بهتر میرسه و ذهنمون کلن در مورد سفر به پاریس فکر نمیکنه. 4. شما کلن فقط زمانی از دلیل و منطق استفاده میکنید که بخواید از باورهای قبلیتون حمایت کنید. محققان فهمیدن بعضیا با وجود آسیب به بخش بینایی مغزشون همچنان قادرن ببینن، ولی خودشون این موضوع رو نمیدونن. این افراد به شما میگن نابینا هستن و حتی دست خودشون رو نمیتونن ببینن، اما اگه از سمت راست یا چپ به اونها نور بتابونید به احتمال زیاد میتونن بهتون بگن از کدوم جهته. با این حال به شما میگن شانسی حد زدن. اونا آگاهانه نمیدونن نور از کدوم سمت میتابه، همونطور که نمیدونن کفش شما چه رنگیه، اما به طریقی میدونن نور از کجا میتابه. این موضوع قابلیت جالب رو درباره مغز انسان مطرح میکنه. دانش و احساس داشتن دانش دو مقوله کاملا مجزا هستن و دقیقا ما هم مثل همین افراد نابینا میتونیم دانشی داشته باشیم بدون اینکه بدونیم اون دانش رو داریم، و البته برعکس، ممکنه حس کنید چیزی رو میدونید در حالی که واقعا نمیدونید. این موضوع در واقع اساس تمام تعصبات و اشتباهات منطقیه. سوگیری تایید زمانی شایع میشه که نمیتونیم تفاوت بین چیزی رو که میدونیم و چیزی رو که فکر میکنیم میدونیم تشخیص بدیم. سوگیری تایید وقتی اتفاق میفته که فقط به دنبال حقایقی بگردید که باورهای قبلی شما رو تایید و تصدیق کنن و فقط از اونا استفاده کنید. 5. احساسات شما بیش از آنچه فکر میکنید دیدگاهتون رو تغییر میدن. اگه شما هم مانند اکثر مردم باشید، پس احتمالاً تمایل دارید بر اساس احساساتتون تصمیمات افتضاحی بگیرید. همکارتون جوکی در مورد کفشاتون میگه، شما واقعاً ناراحت میشید چون اونا هدیه مادر بزرگ مرحومتون بودن، پس با خودتون میگید گور بابای این آدما و از کارتون استعفا میدید و با حقوق بیکاری زندگی میکنید. این تصمیم منطقی نیست، اما صبر کنید، بدتر هم میشه. از قرار معلوم پرهیز از تصمیم گیری در زمان اوج احساسات هم چندان کافی نیست. ظاهراً تأثیرات احساسات ممکنه روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشن. حتی وقتی بعدها که آروم گرفتید و اوضاع رو بررسی می‌کنید، موضوع تعجب آورتر و متناقض‌تر اینه که حتی احساسات کوتاه و زودگذر هم میتونن تو تصمیم گیری‌هاتون تو زندگی تأثیراتی دراز مدت داشته باشن. مثلا
فرض کنید دوستتون میخواد شما رو ببینه تا با هم یه نوشیدنی بزنید، اما به دلایلی از این کار سرباز میزنید. تو اون لحظه نمیخواید به اون برنامه متعهد بشید، حتی با اینکه دوستتون رو دوست دارید و دلتون میخواد باهاش وقت بگذرونید. شما تو برنامه ریزی با دوستاتون خیلی محتاطانه رفتار میکنید، اما دلیلشو نمیدونید. چیزی که در واقع فراموش کردید اینه که یه زمانی یه دوستی داشتید که قبلا صمیمی بودید، اما در حال حاضر باهاش ارتباط ندارید. چیز خاصی نیست، فقط این دوست چند بار به شما بیوفایی کرده. این موضوع رو کاملا فراموش کردید و دارید به زندگیتون ادامه میدید، اما ناراحتی از این موضوع یه جایی تو ناخودآگاهتون باقی مونده. خیلی عصبی نشدید، اما تو لحظه ناراحتی به صورت ناخودآگاه اون حس رو تو ذهنتون ثبت کردید. حالا خاطرات مبهم از دوست بیوفا تو ضمیر ناخودآگاهتون موجب شده با دوستای جدیدتون محتاطانه برخورد کنید، با اینکه این اشخاص کاملا متفاوتن و موقعیت کاملا فرق میکنه. در واقع احساسی رو در نقطه ای از زندگی ضبط میکنید و اون رو در نقطه دیگه ای از زندگیتون اساس تصمیم گیری قرار میدید که شاید ماها یا سالها بعد اتفاق افتاده باشه. موضوع اینه که این کار رو همیشه به صورت ناخودآگاه انجام میدید. احساسات 3 سال پیش که حتی به خاطر نمیارید ممکنه در تصمیم گیری در مورد این موضوع که تو خونه بمونید و تلویزیون ببینید یا شب رو با دوستاتون بگذرونید یا به فرقه ملحق بشید تاثیرگذار باشه. صحبت از حافظه شد. 6. حافظه شما افتضاحه. الیزابت لافتس یکی از محققان پیشتاز در زمینه حافظه در جهانه و اولین کسیه که به شما میگه حافظتون افتضاحه. اون متوجه شده که خاطراتمون به راحتی میتونن با تجارب دیگه‌ای در گذشته یا اطلاعات غلط جدید تغییر پیدا کنن. اون کسیه که به همه ثابت کرد شهادت شاهدان عینی مدرکی محکم پسند برای دادگاه نیست. لافتس و محققای دیگه پی بردن که نه تنها خاطراتمون با گذر زمان محو میشن، بلکه با گذر زمان مستعد تغییر به اطلاعات غلطن. متاسفانه حتی هشدار به مردم در مورد اینکه ممکنه خاطراتشون حاوی اطلاعات نادرستی باشه هم همیشه به پیدا کردن اون اطلاعات غلط منتهی نمیشه. هرچقدر شخص عاطفی تری باشید احتمال جاگیری اطلاعات غلط در خاطرات شما بیشتره و نه تنها ممکنه خاطره‌ای به اطلاعاتی غلط تبدیل بشه، بلکه امکان ایجاد خاطره‌ای کاملا ساختگی هم وجود داره. مخصوصا بیشتر زمانی مستعد انجام این کاریم که شخصی از اعضای خانواده یا فردی که بهش اعتماد داریم همون کسی باشه که این خاطره ساختگی رو تو ذهنمون جا میده. بنابراین خاطرات ما اونطوری که فکر میکنیم قابل اعتماد نیستن، حتی خاطراتی که مطمئنیم حقیقت دارن. به نظر میرسه حافظه افتضاح شما یه جوری تو نرم افزار مغزتون قرار گرفته. اما چرا؟ خب اولش به نظر میرسه وقتی صحبت از حافظه انسان میشه مشکل از خرابکاری مادر طبیعت باشه. هرچی باشه شما از کامپیوتری که مدام فایل ها رو تغییر میده یا زمانی که کارتون با فایل ها تموم شد اونا رو گم میکنه استفاده نمیکنید. اما مغز شما محل ذخیره فایل های نوشتاری و تصاویر متحرک گربه ها نیست. اشتباه نکنید. درسته که به صورت نظری حافظه بهمون کمک میکنه از وقایع گذشته درس بگیریم و تو تصمیم گیری های آینده اونا رو به کار ببریم، اما در واقع حافظه عملکرد دیگه ای هم داره که به ندرت به اون اشاره میشه. عملکردی که به مراتب پیچیده تر و مهمتر از صرفاً ذخیره اطلاعاته. به عنوان انسان به هویت و احساس اینکه چه کسی هستیم نیاز داریم تا بتونیم تو موقعیت‌های پیچیده اجتماعی راهمون رو پیدا کنیم و تو اکثر مواقع کارا رو انجام بدیم. حافظه به کمکمون میاد تا هویت خودمون رو بر اساس اتفاقات گذشته بسازیم. از این لحاظ اهمیتی نداره که تا چه حد حافظمون قوی باشه. تنها چیزی که اهمیت داره اینه که داستانی از گذشته تو ذهنمونه
و این احساس رو که چه کسی هستیم ارضا میکنه و به جای استفاده از حافظه‌ای 100% دقیق، در واقع برای این کار از حافظه‌ای درهم و برهم بهره میبریم که آسون‌تره، چون بعدها جزئیات تصادفی به اونها اضافه میکنیم تا نسخه‌ای رو از خودمون بسازیم که پذیرفتیم. شاید به خاطر داشته باشید که برادرتون و دوستش خیلی به شما گیر میدادن و گاهی ناراحت میشدید. شما عصبی، خجالتی و مضطرب بودن خودتون رو ناشی از اون میدونید. اما شاید این موضوع اونقدرم که فکر میکنید بهتون آسیب نزده. شاید وقتی به خاطر میارید که برادرتون به شما گیر میداده، احساسی رو که الان دارید، دارید به خاطره گذشتتون اضافه میکنید. احساساتی مثل عصبی و خجالتی و مضطرب بودن، با اینکه شاید این احساسات به موضوع گیر دادن‌های برادرتون ربط چندانی نداشته باشن، اما حالا خاطره‌ای که از بدجنسی‌های برادرتون و احساس بدی که همیشه دارید، چه صحت داشته باشه چه نه، با شخصیت کمی عصبی و مضطرب شما همخونی داره. شخصیتی که به نحوی شما رو از انجام کارهایی که ممکنه به ایجاد حس شرمندگی و درد بیشتر تو زندگیتون بیانجامن باز می‌داره. این خاطره اساساً روش‌های شما برای گذروندن روزتون رو توجیه می‌کنه. خب ممکنه بپرسید مارک، یعنی داری میگی کسی که من هستم یه مش ایده است که توی ذهنمه؟ بله، همینطوره. 7. شما کسی که فکر می‌کنید هستید نیستید. یه لحظه به این جملات توجه کنید. شیوهی که خودتون رو در جایی مثل اینترنت معرفی میکنید احتمالاً با شیوهی که خودتون رو به صورت آفلاین معرفی میکنید متفاوته. رفتارتون در کنار مادر بزرگتون احتمالاً با رفتارتون در مقابل دوستاتون تفاوتهای زیادی داره. شما یک شخصیت کاری و یک شخصیت خانگی و یک شخصیت خانوادگی و یک شخصیت در خلوت خودتون و شخصیت‌های خیلی زیاد دیگه‌ای دارید که با استفاده از اونها تو جامعه پیچیده جهانی راه خودتون رو پیدا می‌کنید. اما کدوم از این شخصیت‌ها خود واقعی شماست؟ شاید فکر کنید یکی از این شخصیت‌ها نسبت به بقیه اونها برتری داره، اما تنها کاری که انجام میدید اینه که به داستانهایی که از خودتون تو ذهنتون دارید پاسخ میدید و همونطور که قبلا دیدیم بیشتر اونام ساختگی هن. طی چند دهه گذشته روانشناسای اجتماعی سعی کردن موضوعی رو نشون بدن که پذیرفتن اون برای اکثر ما سخته. اونم اینه: ایده داشتن شخصیتی مرکزی، شخصیتی تغییر ناپذیر، شمایی ابدی، توهمی بیش نیست. و تحقیقات جدید نشون میدن که ذهن چطور حس وجود داشتن یک خود رو خلق میکنه و چطور داروهای روانگردان به طور موقت ساختار ذهن رو طوری تغییر میدن که حس وجود خود رو از بین میبره. این یافته ها نشون میدن چقدر هویت های ما زودگذر و موهومن. جالب اینجاست که این آزمایش‌های با کلاس که توسط آدم‌های با کلاس با پیشوندهای با کلاس قبل از اسمشون تو کتاب‌ها و مجلات با کلاس چاپ میشن، اساساً همون حرفایی رو میزنن که چند هزار سال پیش راهبای معابد تو سنت‌های فلسفه‌های شرقی گفتن و تنها کاری که راهبا برای فهمیدن این موضوع باید انجام میدادن این بود که بشینن و تا چند سال به هیچ چی فکر نکنن. در غرب مفهوم خود یا هویت فردی تو خیلی از بنیان‌های فرهنگی ما نقش مرکزی داره. سازمان‌های تبلیغاتی به کنار، اونقدر ذهنمون درگیر اینه که بفهمیم چه کسی هستیم که به ندرت پیش میاد یکم صبر کنیم و فکر کنیم اصلا این مفهوم به درد می‌خوره یا نه. شاید مفاهیمی مثل هویت یا پیدا کردن خود همون اندازه که مفیده جلوی راهمونم می‌گیره. شاید بیشتر از این که ما رو آزاد کنه باعث محدودیتمون میشه. البته دونستن این که چه کسی هستید یا چه چیزی شما رو خوشحال میکنه خیلی هم مفیده، اما هنوز میتونید به دنبال رویاها و اهدافتون برید بدون این که به چنین تعریف سفت و سختی از خودتون متکی باشید. یا به قول فیلسوف بزرگ بروسلی، گفتم ذهنت رو خالی کن، بی شکل و بی چهره باش، مثل آب. آبو که تو فنجون میریزی فنجون میشه، آبو که تو بطری میریزی بطری میشه، وقتی تو قوری میریزی قوری میشه،
آب میتونه جریان داشته باشه یا اینکه چیزی رو بشکنه. آب باش دوست من. 8. تجربه فیزیکی شما از جهان هستی اونقدری که فکر میکنید واقعی نیست. شما سیستم عصبی فوق پیچیده‌ای دارید که مدام به مغزتون اطلاعات ارسال میکنه. حس هاتون، بینایی، لامسه، بویایی، شنوایی، چشایی و تعادل چیزی حدود 11 میلیون بیت اطلاعات رو تو هر ثانیه به مغز شما میفرستن. اما حتی اگه بخش خیلی کوچیکی از جهان هستی اطرافتون رو در نظر بگیرید، نوری که اون رو میبینیم به طرز مضحکی نوار کوچیکی از طیف الکترومغناطیسیه. پرنده ها و حشرات بخشایی از اون رو میبینن که ما قادر به دیدنشون نیستیم. سگ‌ها قادر به شنیدن چیزایی هستند که حتی نمی‌دونیم وجود دارن یا نه. سیستم عصبی ما دستگاه جمع‌آوری داده‌ها نیست، بلکه بیشتر شبیه دستگاه فیلتر داده‌هاست. علاوه بر این، ضمیر خودآگاه شما وقتی فعالیت‌های فکری مثل کتاب خوندن یا نواختن ساز انجام می‌دید، در هر ثانیه فقط قادر به بررسی 60 بیت اطلاعاته. یعنی در بهترین حالت شما فقط یه چیزی حدود 5 میلیونم درصد از همه اطلاعاتی که مغزتون در زمان بیداریتون و به شدت تغییر یافته رو دریافت میکنه آگاهی خواهید داشت. برای فهمیدن منظورم تصور کنید که همین الان کنار هر کلمه‌ای که میشنوید 536,303,630 کلمه دیگه هم هست که نمیتونید بشنوید. آره، ما اینجوری هر روز خودمون رو میگذرونیم. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.